بلکه مهم اینه که زمانی که کلام رو میشنوی، من گفتم که هفته گذشته تقریبا 6 ماه طول کشیده من روی این چیزا کار کردم، فکر کردم، دعا کردم، تمرین کردم که یواش یواش این تجربه بشه که بتونم در مورد صحبت بکنم. یا زمانی که خدا صحبت میکنه این موعظه رو گوش میکنین، مهم اینه که واقعا شروع کنین جستجو کردن، فکر کردن در موردش. این پاستور اینجا در مورد چی صحبت میکنه؟ این محبت، آگاپه، نمیفهمم. و اون موقع است که شما یا میتونین بذارین که نمیم دنبال اصلا این چیز نیستم، اونقدر زیاد کارهایی دارم، اونقدر زیاد زندگی من پر از مشکل، الان بیام اینجا آگاپه، آگاپه، آگاپه. فقط میتونم بگم به خودتون ضرر میزنین، به خاطر اینکه مشکل ها رو میتونین نمیتونین با قدرت خودتون بر حال انجام بدین. اگه این مشکل حل شد، یه مشکلی دیگه خواهد آمد، یه مشکلی دیگه خواهد آمد. مهم اینه که یک سرودی هم امروز خوندیم که گفتیم که در تاریکی آرامش تو دارم، در فشارها امیدم از دست نمیدم، یا آرامش از دست میدم، محبت تو در قلب من ریخته شده. این چیزایی اصلا یادم نیست. منظور اینه که ما در یه دنیای زندگی میکنیم، به هر حال مشکلایی خواهند آمد، ناعدالتی‌هایی خواهد شد، خیلی چیزایی هستن که اتفاق خواهد افتاد. فقط مهم اینه که به چه چیزی وصل شدیم و چطور زندگی میکنیم. آیا آرامش رو نگه میدارین؟ آیا در این محبت زندگی میکنین یا نه؟ و اینجا خدا نگفته که الان یه دنیای تازه برای شما آماده میکنم، همه محبت هستن و الان موقع محبت کنیم. یه قسمتی هست که میخوام الان با شما در میون بذارم، برای اینکه من فکر میکنم احتیاج هست زمانی که در مورد محبت صحبت میکنم ببینم که خودتون تفتیش کنیم ببینین که آیا این آگاپه در شما هست یا نه. کیا باور میکنن که آگاپه در خودشون هست؟ یا کیا هستن که ایمان دارن به عیسی مسیح؟ دستو یعنی ایمان دارن. الان کیا هستن که ایمان دارن که آگاپه در شماست؟ دوباره ببینین، الان تقریبا یک چهارم ایمان دارن. و اینجا دروغ شیطان میاد. چیزی دارین که شما اطلاع ندارین. نه، من گفتم کی هستن که آگاپه رو دارن؟ من نگفتم استفاده، من گفتم کیا باور میکنن که آگاپه رو دارن. فارسی من خیلی کامل نیست، فقط برحال اردفم یه چیزی هم ور ندارین که سوء استفاده کنین. کیا ساده، کیا ایمان دارن که آگاپه در خودشون هست؟ خیلی ممنون. مرسی. من یک کتابی که تو کتاب مقدس و عهد جدید خیلی دوست دارم، کتاب افسوسیانه، و اونجا پولس در مورد قسمت‌های صحبت می‌کنه که میگه که الان به من این خدمت رو داده شده است که بتونم به تمام امت‌ها این انجیل رو بدم که اونها هم میتونن فرزندان خدا بشن، نه یهودی‌ها فقط، بلکه همه میتونن فرزند خدا بشن، ایرانی‌ها، افغانی‌ها، ارمنی‌ها، همه میتونن. و این خدمت رو، مأموریت رو خداوند به من داده که بتونم به همه این پیام عالی انجیل رو بشارت بدم که اونها هم میتونن جز خانواده بشن، خانواده خدا، و وارث ملکوت خدا بشن. ای عزیزان، برای یهودی‌ها فقط نبود، فقط خدا یهودی رو استفاده کرد، عیسی به دنیا بیاد که برای گناه شما زندگی خود شما رو فدا کنه، که بخشش رو به دست بیارین که وارد ملکوت خدا بشین. بعد از این که این حرفای میزنه، و در آیه باب افسوسیان باب 3 آیه 16 تا 17، و اینجا پولس الان دعا میکنه. الان ببینید، دقت کنید چه دعایی میکنه. و دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به
به مدد روح او قوی و نیرومند شوید. پس میگه که من دعا میکنم که روح القدس بیا در این انسان باطنی شما رو قوی کنه. درسته؟ یا؟ گوش میکنین؟ کسانی که کتاب مقدس دارن میتونن خودشان بخونن. پس میگه که من دعا میکنم روح القدس بیاد این انسان باطن یعنی اون قسمتی که خدا عیسی مسیح قرار گرفته و نجات داده، اون قسمتی هست که خدا ذهن و رفتار رو عوض کرده، بخشیده شده، این انسانیت تازه هست. یادش ما هست تو رومیان باب 1:2 میگه که چی من استداد میکنم که بدنهای خودتون رو مثل قربانی های زنده در اختیار خداوند بذارید و همشکل این دنیا نباشید بلکه به تازگی ذهن صورت خودتون رو تازه کنین. درسته؟ یعنی میگه زمانی که کسی که مسیر رو دریافت میکنه چی میشه؟ عوض میشه، ذهن عوض میشه، دید عوض میشه، هدف عوض میشه، رفتار عوض میشه. و میگه که الان من دعا میکنم که قدرت روح القدس شما رو در این قسمت ها که نجات پیدا کردن، اون قسمتی که الان طبیعت خدا در اون قرار گرفته، قوی بشین به وسیله روح القدس. تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دروینده دوانده استوار گردید. زو اینجا میگه که تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود. من فکر کردم که عیسی مسیح در من ساکن شده. الان شود یا شده؟ اینجا نوشته شود. ساکن شود. الان باید در این قسمت ها میخوام درست دقت کنین. این یه قسمت هایی هست که صحبت میکنم یکم گوشته، یعنی گوشت منظور من یکم برای کسانی که بیشتر در مسیحیت رشد کردن که متوجه بشن، برای دیگران هم فکر امیدوار هستم همینطور چیزهایی برای شما مکاشفه بشه. ما باید نگاه کنیم در مورد ساکن شود، در مورد این ساکن یعنی یه جایی زندگی کنه، نه؟ درسته؟ میگه که ما دارم که در دلهای شما ساکن شود. در این ساکن ما باید اینطوری نگاه کنیم. این کتاب مقدسی که الان به زبان فارسی و ایرانی و ارمنی و نمیدونم انگلیسی میخونیم از کجا ترجمه شده؟ از یونانی. توی یونانی در مورد ساکن اینجا که صحبت میکنه، اسم این، شاید اسماعیل تو خودت خوب میدونی، میگه کاتویکیو. کاتویکیو یعنی من دعا میکنم که تا مسیح بر دلهای به وساطت ایمان در دلهای شما کاتویکیو شود، ساکن شود. منظور اینه که یک مکانی هست که مال اوست، تو دائما اونجا ساکنی، اسباب کشی نمی کنی، بگی یه بار آمدم اینجا، دوباره امروز میرم، فردا بیام. تا مسیح در قلبایی که شما او رو دعوت کردین اونجا دیگه حکومت کنه، زندگی کنه در همه قسمت‌های زندگی شما. یا در همه بخش، ذهن، هدف، انگیزه، در همه قسمت‌ها او باید ساکن بشه. پس میگه که من دعا میکنم قدرت روح القدس در شما قرار بگیره که به وسیله ایمان، فقط با ایمانه، مسیح در تمام قسمت‌های فرو بگیره و اونجا حکومت خودش رو نشون بده. پس ساکن شدن اینطوری که می‌خونیم، ببینیم که پس باید اعتماد داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. و همینطورم بگم که خداوند به وسیله ایمان الان من به تو اجازه میدم در همه قسمت‌ها فکر من، انگیزه من، اراده من دخالت کنی خداوند. اینجاست که
سکونت میکنن درسته سکونتی است که اونجا خداوند در مورد صحبت میکنه یعنی سلطنت کنه فقط یا اگر نگاه میکنیم ببینیم که تو مکاشفه باب 21 آیه 3 میگه که اون موقع خداوند که همه چی رو توی بازسازی خواهد کرد و شیطان رو توی چیز خواهد فرستاد توی جهنم خواهد فرستاد و بعد از این میگه که در مورد اورشلیم صحبت میکنه و میگه که در مکاشفه باب 21 آیه 3 میگه اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود یعنی اونجا خداوند دیگه حکومت خواهد کرد و ما هم با او ساکن خواهیم بود بین قوم خودم دیگه اون موقع ساکن هستم یعنی اسباب کشی نمی کنم روح القدس به تو داده نشده که امروز باشه بعد از یک مدتی بگه باشه من میرم الان دوباره برمیگردم دوباره میرم نه خبر خوش اینه که الان خدا در ما ساکن هست و اون قلب مال اوست و من باید اجازه بدم در تمام قسمت‌های من زندگی خودم بتونه حکومت کنه و ساکن باشه اگر در متی باب 12 آیه 45 اونجا هم یک کسی هست که همون لغت رو استفاده شده در مورد دیوها میگه الان یک کسی که خداوند میاد او رو آزاد میکنه یا از این دیوها و این خونه پاک میمونه و کسی نمیاد اونجا ساکن بشه بعد از این دیو میره میگرده بعد از یه مدت میاد ببخشین الان نمیخوام شخص رو بردارم که آخر چیزی نکنین فکر نکنین نبوته بعد از این نگاه میکنه این شمع رو برمیدارم یا نگاه میکنه میگه خالیه توش بعد از این میره اونجا 10 دیوهای دیگه برمیداره و میره اونجا اینجا همون ساکن میشه یعنی حکومت میکنه دیگه از اون موقع خیلی خیلی سخت بتونه بیرون بیاد جز از اینکه عیسی مسیح اونجا بیاد بگه در نام عیسی مسیح ای دیوها خارج شوین اون موقع است که این دیوها باید فرار کنن زمانی که دیوی وارد زندگی ما میشه به خاطر گناهان به خاطر شورش به خاطر بت پرستی و چیزهای دیگه اونا دیگه ور داشتن و میخوان محافظت کنن میگن این خونه منه میدونستین؟ خیلی هستن حتی مسیحی هم هستن که تو گناه زندگی میکنن و دیوها به خاطر گناه نه گناه هایی الان مثلا میگه یه دروغی گفتی دیو میاد خواهش میکنم میخوام الان شما رو بترسونم فقط زمانی که تو گناه میمونی شورش علیه خدا علیه رهبرا و همینطور بت پرستی یا یه کسی که نجات پیدا کرده پاک شده و دوباره شروع میکنه به گناه کردن اون موقع نه اینطوری فکر کنی الان روح القدس میاد فقط در قسمت‌های شیطان دوباره دیوها میتونن بیان اونجا و تو رو در اسارت خودشون بردارن و زمانی که به اونقدر تو رو توی ظلمت نگه میدارن که بعد از یک مدت حتی ایمانت سست میشه بعد از یک مدت عیسی مسیح رو انکار میکنین دیگه اون موقع شیطان اومده دیگه بعد قلب تو رو نفس تو رو برداشته و اونجا حکومت میکنه وای بر کسی که کلام خدا میگه که محبت خدا رو چشیده دوباره برگشته و قلب خودش رو گذاشته برای دیوها گفته که کاش که این شخص ایمان نآورده بود بلکه آمد مهر محبت خدا رو چشید دوباره برگشته به خاطر کل شقی غرور و هر چیزایی هست به این خاطر بعضی وقت ما میگیم که گناه نکنین مواظب باشین خدا تو رو دوست داره عاشقانه دوست داره تو وحش شدی به محبت خدا مواظب باش این بدن تو نیست این بدن این هیکل روح القدسه عاشقانه خدا تو رو دوست داره پس بازی نکن به این خاطر بعضی وقت سخت میگیریم سخت هم صحبت میکنیم برای اینکه ما مواظب جانهای شما باید باشیم